سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من توبا زکی پور با برنامه با خبر امروز جمعه 27 خرداد ماه 17 ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. گزارش دبیرکل سازمان ملل از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران. آنتونیو گوترش از اعدام، شکنجه و سرکوب فعالان حقوق بشر انتقاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال: به کارگیری خشونت علیه معترضان را محکوم می‌کنیم. نخستین واکنش جمهوری اسلامی به تحریم بخشی از شبکه فروش محصولات پتروشیمی. معاون وزیر خارجه ایران میگوید شرکت‌های جدیدی تأسیس می‌کنیم. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در جدیدترین گزارش خود از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. در این گزارش آمده اعدام‌ها در سال 2021 میلادی نسبت به سال قبل آن افزایش یافته است. نقض خودسرانه حق زندگی از جمله اعدام کودک مجرمان، شکنجه در بازداشتگاه‌ها، نقض حق زنان و اقلیت‌های مذهبی و سرکوب وکلا و فعالان حقوق بشر از جمله محورهای این گزارش است. از حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، پرسیدیم این گزارش بر اساس مستندات چه نهادهایی تهیه شده؟ خب این گزارش هرچند که مدتی با تأخیر منتشر شده، برای اینکه قرار بود که دیروز بتونه خانم باچله به صورت شفاهی این گزارش رو ارائه بده و حالا این مدتی مقدار تأخیر میفته. خب منابع متعددی داره. شما میبینید که در این گزارش 17 صفحه‌ای 113 رجوع در اون صورت گرفته از منابع مختلف. این منابع مختلف بخشن ارگان‌های سازمان ملل هستند، بخشن سازمان‌های بین دولتی هستند، بخشن سازمان‌های غیر دولتی هستند و خب طبعاً کسانی که قربانی یا شاهد نقض حقوق بشر هستند در ارتباط با این سازمان‌های غیر دولتی و همچنین رسانه‌های مختلف. بنابراین منابع مختلف ده‌ها منبع مورد بررسی قرار گرفته و داده‌های اونها بررسی شده و نهایتاً آقای گوترش بر دفتر آقای گوترش بر اون مبنا این گزارش رو تهیه کرده و ارائه داده. و خب میدونید که همیشه قبل از اینکه این گزارش ها رو ارائه بدن در اختیار آن کشور در این مورد جمهوری اسلامی قرار میدن که اگر ملاحظه خاصی داشته باشه ارائه میده و شاید یکی از دلایل تأخیر به این طولانی در ارتباط با ارائه گزارش به شورای حقوق بشر این مسئله بوده باشه. توضیحات حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین را میشنیدید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سرکوب گسترده اعتراضات در ایران به نقض حقوق اولیه معترضان واکنش نشان داد. نت پرایس در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال گفت واشنگتن به تلاش خود بر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. همکارم سمیرا قرایی و جزئیات بیشتر. سرکوب گسترده اعتراضات در ایران مسئله‌ای بود که در کنفرانس خبری روز پنجشنبه نت پرایس و امور خارجه آمریکا تبلور پیدا کرد. از آقای پرایس در رابطه با سرکوب گسترده اعتراضات پرسیده شد و او اعلام کرد که دولت آمریکا قویاً استفاده از خشونت علیه شهروندان توسط جمهوری اسلامی ایران رو محکوم میکنه. مردم ایران در حال حاضر به دنبال احقاق حقوق اولیه‌شون هستند و جمهوری اسلامی ایران با سوء مدیریتی که داشته حتی سبب شده که خواسته های اساسی و اولیه مردم ایران هم برآورده نشه و مردم خسته به خیابان ها اومدن و حال در جواب اونها باز داره خشونت اعمال میکنه. در ادامه این کنفرانس خبری از نت پرایس در رابطه با نامه کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پرسیدم که هشدار داده در رابطه با افزایش خشونت و علیه جامعه مدنی ایران. پاسخ نت پرایس رو با هم بشنویم. این مسئله مربوط به حقوق اولیه معترضان در ایرانه که به شکلی صلح طلبانه و مطابق با حقوق اولیه انسانیشون در حال اعتراضن. ما مشوق کار کارشناسان سازمان ملل متحدیم. اونها نگرانی های عمیقی در مورد سرکوب گسترده و خشونت آمیز جامعه مدنی ابراز کردند. این سرکوب شامل دستگیری معلمان و فعالان صرفی معترض به حقوق پایین و شرایط سخت کاری اونهاست. کارشناسان خواستار آن شدند تا آنهایی که مسبب این سرکوبن شناسایی بشن. میگویند هوشیارانه وضعیت را رصد میکنند. وضعیتی که شامل دستگیری معلمان، فعالان صنفی، اتحادیه‌های کارگری، فعالان مدنی و تمامی بازیگران عرصه حقوق بشر میشه. بدون وجود عرصه‌های مشترک معنادار در ایران، اعتراضات مسالمت‌آمیز تنها ابزار باقی مانده افراد برای ابراز نارضایتیه. این کارشناسان نگرانند که نخستین پاسخ به معترضان استفاده حداکثری از خشونت باشه. این مشخصا نگرانی ما هم هست.
ما استفاده از خشونت در برابر اعتراضات مسالمت‌آمیز را محکوم می‌کنیم. روشن کردیم که تجمع صلح‌آمیز حق این معترضانه. بعد از نت پرایس پرسیدم آیا امید آمریکا برای احیای برجام و بازگشت به مذاکرات سبب نشده تا دیگه تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نکنه؟ معلومه که نه. ما همچنان ایران را مسئول نقض حقوق بشر در داخل ایران و مسئول هر گونه اقدام شریرانه می‌دانیم. مسئله قطعی اینترنت هم چیز دیگری بود که در کنفرانس خبری روز پنجشنبه راجبش صحبت شد. نت پرایس اعلام کرد که دولت آمریکا به جد مشغول هست و در حال رایزنی هست با شرکت‌های خصوصی و خزانه‌داری آمریکا تا راه‌های پیدا کنه. این کار از سال 2014 داره انجام میده تا جمهوری اسلامی نتونه با قطعی گسترده یا جزئی اینترنت مانع از چرخش آزاد اطلاعات در جامعه ایران بشه. سمیرا قرایی، مقابل ساختمان وزارت امور خارجه. در همین رابطه ارزیابی حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، درباره تأکید مقام‌های آمریکایی در حمایت از معترضان ایران را جویا شدیم. این ارزیابی با تأخیر هستش، یعنی اقدامی که ایالات متحده کرده با تأخیر هستش. اگرچه اقدام درستی است، ولی توجه داشته باشید که شعارهای زیادی داده شد که به اصطلاح چرا دولت ایالات متحده با تأخیر داره اقدام میکنه. سال 2021 از ژانویه آقای بایدن در قدرت بود. در همون سال بودش که لااقل دو اعتراض مهم، یکی در اصفهان یکی در خوزستان، اتفاق افتاد بود. امسال هم اعتراض‌های پیام راهپیمایی متعدد، حتی دیدید عده‌ای از جانبازان دوران دفاع مقدس رو بازداشت موقت کرده بودند. کسانی که تمام پیکرشون آسیب دیده از جنگ بوده، اینا رو بازداشت موقت کردن. چرا؟ که اینها اعتراض داشتن رسیدگی به اونها، اونم شرایط سختی که دارن، انجام نمیشه و داروهاشون به دست نمیاد. به هر حال میخوام بگم که اقدام دولت، این اظهارات دولت آقای بایدن یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری هاست که تقریبا طی یک سال نیم گذشته کمتر دیده بودیم، ولی با تأخیر بوده. توضیحات حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن را می شنیدید. نت پرایس تأکید کرده تلاش آمریکا برای پاسخگو کردن ایران در برابر نقض حقوق بشر تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت. در همین رابطه از کامبیز غفوری پرسیدیم آیا همین مذاکرات هسته‌ای عاملی برای نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران نخواهد شد؟ بله، دقیقا همینطور. آقای نت پرایس راست نمیگه، به خاطر اینکه دقیقا در زمانهایی که آمریکا با ایران مشغول مذاکره بوده، این رو با گراف تاریخی شده داریم، سرکوب شدتش بالاتر بوده. روز اولی که ظریف با جان کری برای اولین بار وزرای خارجه ایران و آمریکا بعد از انقلاب میخواستن با هم دیگه دیدار بکنند، خبر آمد که اولین موردهای قصاص چشم با اسید داره انجام میشه. در زمانی که مذاکرات برجام بود، رکورد تاریخی اعدام‌ها در ایران بود. الان که می‌بینیم مذاکرات در جریان دوباره، همینطور داره در زندان‌های ایران اعدام میشه. واکنشی نمی‌بینیم از طرف جامعه جهانی و خب اون طرف در اقیانوس اطلس هم از طرف آمریکا. بنابراین اینکه بگوییم مذاکرات در جریان است اثری نداره در واکنش کشورها نسبت به نقض حقوق بشر راست نیست، حقیقت نداره. متأسفانه حقوق بشر به جای اینکه به عنوان یک اصل اساسی از طرف جامعه جهانی مطرح باشه، اولین درخواست روی میز باشه، معمولا فدای مسائل سیاسی میشه، مانند همین مذاکرات هسته‌ای که در جریان هست و میره معمولا توی حد آخر وای میسه. برای همین من فکر میکنم که مذاکرات سیاسی همیشه اثر میگذارند بر چشم بستن بر نقض حقوق بشر در جای جای دنیا، از جمله در ایران. و برای همین هم هست که ما به عنوان ایرانی ها، جامعه مدنی ایران، ما وظیفه داریم که مقابله بکنیم و سیاستمداران رو پاسخگو بکنیم، فشار بر روشون بیاریم، سیاستمداران بین المللی رو برای واکنش، وگرنه اونها در مصالح خودشون نمیبینن که واکنش نشون بده. توضیحات کامبیز غفوری، روزنامه نگار از فندلاند را میشنیدید. در ادامه چند خبر کوتاه از ایران.
سازمان عفو بین الملل خواستار لغو فوری احکام قطع انگشتان دست 8 زندانی محکوم به سرقت در ایران شده است. این سازمان حقوق بشری گفته دست کم 3 نفر از این افراد تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه خودشان شدند و از دسترسی به یک دادرسی عادلانه محروم بودند. عفو بین الملل اضافه می کند یکی از این 3 نفر، هادی رستمی، توسط ماموران زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی در رابطه با خاموش کردن دوربین‌های فراپادمانی آژانس گفت ما تنها دوربین‌های اضافه را خاموش کرده ایم. محمد اسلامی در حاشیه سفر به نتنز با بیان اینکه جمهوری اسلامی کماکان تحت مقررات آژانس فعالیت می‌کند گفت خاموش کردن دوربین‌ها به معنی قطع ارتباط با آژانس نیست. رسانه‌های ایران به نقل از سایت گرداب گزارش دادند که 3 نفر از ادمین‌های کانال‌های نیمه محرمانه سرائر و سایه‌نویس به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و تشویش اذهان عمومی از سوی اطلاعات سپاه دستگیر شدند. گفته می‌شود علی قلحکی فعال رسانه‌ای اصولگرا در بین بازداشت شدگان است. وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین فرد و شرکت مرتبط با شبکه فروش صنایع پتروشیمی ایران مستقر در امارات متحده عربی، هنگ کنگ و ایران را تحریم کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته در صورت شکست مذاکرات احیای برجام، واشنگتن تحریم بر صادرات نفتی و پتروشیمی ایران را افزایش خواهد داد. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم آرش اعلایی بشنویم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی رو بر علیه فرآورده‌های نفتی، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی اعمال کرده است. رویترز گزارش می‌دهد که 2 شرکت هنگ کنگی، 3 شرکت ایرانی، 4 شرکت اماراتی، 1 تبعه چین و 1 تبعه هند جزو لیست این تنبیهات و تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند. این شرکت‌ها متهم هستند که به جمهوری اسلامی کمک کردند که نفت خودش رو در بازارهای جهانی بفروشه یا محصولات پتروشیمی رو در بازارهای جهانی بفروشه. وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن هم اعلام کرد که در نبود یک توافق اتمی آمریکا تحریم‌های بیشتری رو بر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. کارشناسان میگن بخشی از این حرکت تلاش دیپلماتیک دولت بایدن هست برای که فشار رو برای بر جمهوری اسلامی بیشتر کنه، برای که به یک توافق اتمی بازگرده. اما کارشناسان میگن بخشی دیگر هم در واقع تلاشی است که دولت بایدن داره میکنه برای که پاسخ منتقدین داخلی خودشو بده که میگفتن که دولت بایدن در واقع تحرک کافی رو نداره برای که به جمهوری اسلامی فشار وارد کنه. غیر از اون هم در طول 4 ماه اخیر و پس از تهاجم روسیه به اوکراین صحبت‌ها در غرب برای اینکه بخوان دسترسی روسیه رو محدود بکنند به بازارهای جهانی برای فروش نفت بیشتر بوده و زمزمه ها مبنی بر این بوده که شاید دولت بایدن حتی سعی کنه نفت جمهوری اسلامی رو بخشش رو با نفت پوتین جایگزین کنه. الان این حرکتی که وزارت خزانه داری آمریکا انجام داده برخلاف تمام این گزارش هاست و نشان دهنده این است که دولت آمریکا داره سعی میکنه فشار بیشتری به جمهوری اسلامی وارد کنه. آرش علایی، مقابل ساختمان خزانه داری آمریکا. ابراهیم رئیسی در واکنش به تحریم‌های جدید گفت آمریکایی‌ها از سوی اعلام می‌کنند آماده توافق با ایران هستیم، اما از طرفی بر لیست تحریم‌ها می‌افزایند. معاون وزارت خارجه هم در واکنش به تحریم شرکت‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی گفت این تحریم‌ها در روند فروش مشکلی ایجاد نخواهد کرد و شرکت‌های دیگری را جایگزین خواهیم کرد. از بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی پرسیدیم این تحریم‌های اعمال شده چقدر مؤثرند و آیا قادر هستند صادرات محصولات پتروشیمی ایران را با مشکل جدی مواجه کنند؟ جواب کوتاه بله هست، یعنی پاسخ مثبت. این مشکلات زیادی رو برای ایران ایجاد می‌کنه. خب می‌دونیم این مسیری هستش که دولت روحانی برای جمهوری اسلامی باز کرد برای اینکه بتونه مقداری از اون ارز مورد نیازش رو تأمین بکنه با صادرات محصولات پتروشیمی. بگذاریم از اینکه چه مشکلاتی در داخل ایران ایجاد کرد و چه مشکلاتی خود دولت داشت برای پس گرفتن این ارز از پتروشیمی ها وقتی دستشون رو باز گذاشت که محصولاتشون رو صادر بکنن، اما خود این شرکت هایی که الان در لیست در داخل ایران هستن و قرار گرفتن، شرکت های پتروشیمی بزرگی مثل پتروشیمی خارک، مارون، اینها رو وقتی که ما ردیابی می‌کنیم و داخل هیئت مدیره و سهامدارانشون رو بررسی می‌کنیم،
به نام هایی میرسیم مثل رفیق دوست، مثل تاوان فردا، مثل سرمایه گذاری اهداف و تاپیکو، صندوق های بازنشستگی انواع و اقسام، یعنی هم تقریبا همه صندوق های بازنشستگی جز سهامداران این شرکت ها هستند. و خب همون جوری که تروریستی بودن سپاه برای جمهوری اسلامی بسیار گرون تموم شد و اون تحریم ها باعث شد بسیاری از شرکت های مرتبط با سپاه زیر تیغ تحریم برن، این تحریم ها هم باعث میشه که بخش زیادی از شبکه پتروشیمی داخل ایران دوباره زیر تیغ تحریم بره و به شدت زیر فشار قرار بگیره، نتونه به آسونی پولشویی انجام بده و محصولاتش رو صادر بکنه. مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می کنند با ثبت شرکت های جدید این شبکه را به راحتی احیا می کنند. در ادامه از بهزاد احمدی نیا پرسیدیم آیا این شبکه تحریم شده به همین راحتی قابل جایگزینی است؟ نه خیر، این شبکه را دیگه بین آسونی ها نمی تونن جایگزین کنن، چون این شبکه ایه که از سال 75، 76، 77 شروع به راه اندازی شده، یعنی بیش از دو دهه این شبکه شکل گرفته در داخل ایران، در خارج از ایران. الان نیمه شرقی و ورودی ارز به ایران تحریم شده، یعنی اونچه که در چین، هنگ کنگ و امارات انجام میشد برای اینکه ارز به داخل ایران فروش بره محصولات و ارز به داخل ایران منتقل بشه. نیمه غربی این شبکه هم هستش که در قبرس، در مالتا، در ترکیه و بعضی از جزایر یونان اقدام به فروش محصولات میکنن و اونجا پولشوییشون رو انجام میدن. خب میدونیم که املاک بسیار زیادی هم خریدن. خیلی جالبه که قبرس و مالتا بسیار مورد توجه پتروشیمی ها و مدیرانش هستش. خب تا اینا بیان برن افراد جدیدی پیدا بکنن که در لیست تحریم‌ها نیستن، از این افراد استفاده کنن برای ثبت شرکت‌ها، شرکت‌ها بیان اون چیزهای قانونیش، لایسنس‌های قانونیشون رو به دست بیارن که بتونن دوباره وارد معاملات بشن و بتونن مسیرها رو سرپوش روش بذارن، این سالها زمان میبره. درسته که چیزها آنلاین هست، ولی به همون نسبت هم نظارت‌ها در دنیا به شدت افزایش پیدا کرده. خیلی سخت‌تر شده که شما یک شرکت تجاری رو بخوای ثبت کنی و گردش مالی بالا داشته باشی، اون وقت باید خیلی پاسخگو باشی به مراجعی که بررسی میکنن. برای همین هم این شبکه هایی که این شکلی شناسایی میشه و البته شناسایی شده و داره زیر تیغ تحریم میره دیگه قابل جایگزینی نیست. این بخشی از همون فشاریه که دولت آمریکا داره نشون میده به جمهوری اسلامی که من بیشتر از این هم میتونم، این تبلیغاتی که ایران در داخل میکنه که دیگه تموم شده برگه های آمریکا، دیگه هیچ کار بیشتری نمیتونه بکنه، این نشون میده که نه، آمریکا میتونه کار بیشتری بکنه. فعلا اغماز کرده بوده، حالا به هر دلیلی چشم پوشی کرده بوده که ایران بتونه یک مقداری همچنان آباریکه‌ای از ارز داشته باشه، ولی اون رو هم داره ازش میگیره. توضیحات بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا را میشنیدید. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفته در سال گذشته بیش از 4000 پزشک درخواست عدم سوء پیشینه برای مهاجرت کردند. محمد رئیس زاده اضافه کرده بیش از یک سوم این افراد پزشک عمومی هستند. او نامطلوب تر شدن وضعیت بازار کار ایران نسبت به سالهای گذشته و قوی تر شدن جاذبه های کشورهای همسایه را از دلایل اصلی افزایش تمایل پزشکان برای مهاجرت عنوان کرده است. در همین رابطه ارزیابی آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی درباره دلایل افزایش مهاجرت پزشکان از ایران را بشنویم. پیامد مستقیم و فوری اون افزایش نارضایتی مردم هستش به خاطر اینکه همون گونه که شما گفتید ما نیاز به پزشک داریم و خب پزشکان در حال مهاجرت هستند. ما میدونیم که برای تربیت هر پزشک حدود در واقع 1 میلیارد تومان شاید هم بیشتر حالا با این افزایش تورم اینها هزینه میشه. وقتی 4000 پزشک در سال مهاجرت میکنن، این یعنی هدر رفت سرمایه های عظیم کشور. این رو به نظر من باید در راستای فقط این ندید که مثلا زمینه های اقتصادی وجود داره. بخش بزرگی از این مهاجرت ها به نظر من زمینه های نارضایتی اجتماعی داره و پزشکان چون از شرایط سیاسی اجتماعی که در محیطی که در اون زندگی میکنن راضی نیستن، مجبور مهاجرت میشن. همان گونه که مردم در خیابان اعتراض میکنن، بخشی از جامعه یا بخشی از نیروهای نخبه که توان ارائه خدماتشون رو در کشورهای دیگه دارند مهاجرت میکنن و خب طبیعتاً این اثر مستقیمش باعث خواهد شد که مردم به اون نیازهای فوری که به درمان و سلامت دارن نرسن. این خودش نشانه ناکارآمدی و ناتوانی
توانی در جمهوری اسلامی برای نگهداشت سرمایه‌های انسانی است. ببینید جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه در طول 43 سال گذشته منابع طبیعی و سرمایه‌های کشور رو نابود کرده، متاسفانه شرایطی که ناشی از بی‌تدبیری و ناتوانی و ناکارآمدی هستش باعث شده که نیروهای کار و متخصصی مثل پزشکان متاسفانه به سمت مهاجرت برن و خب طبیعتاً این موضوع در دراز مدت میتونه آسیب‌های فراوانی رو متوجه کشور بکنه. نظام پزشکی همواره با افزایش ظرفیت پزشکان، ظرفیت دانشجویان پزشکی مخالف بود، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی که زیر مجموعه آقای خامنه‌ای است بر اساس یک سیاست کلان تصمیم گرفتن که ظرفیت پزشکی رو هر سال 20% افزایش بدن. این دقیقاً شبیه به حالتی هستش که یک فرد نادانی یک ظرف سوراخ داره که فکر میکنه که بدون گرفتن این سوراخ میتونه با اضافه کردن آب در داخل این ظرف آب جذب بکنه. یک همچین چیزی غیر ممکن هست. توضیحات آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی درباره دلایل افزایش تمایل پزشکان ایرانی برای مهاجرت را میشنیدید. 17 ماه ژوئن از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی نامیده شده است. امسال روز جهانی مبارزه با بیابانزایی در حالی برگزار می شود که در ایران هیچ برنامه جامعی برای پیشگیری از گسترش تخریب و افزایش بیابانزایی دیده نمی شود. گزارشی بشنویم از ساناز قاضی‌زاده در همین رابطه. خشکسالی یکی از مخربترین بلایای طبیعی برای بشر قدمتی به بلندای تاریخ دارد. بیابانزایی اما به معنی گسترش بیابان نیست، یعنی اکوسیستم های خشک چیزی بیش از یک سوم مساحت زمین دیگر تاب بهره برداری بیش از حد و استفاده نامناسب طبیعت و منابع را ندارد. انسان دیگر می داند که بیابانزایی به معنی تخریب زمین است و اگر دیر به جنبد نه محصول کشاورزی خواهد داشت و نه آبی برای حیات. آتش سوزی گسترده جنگل ها و تنش آبی زندگیش را جهنم می کند. فقرا را فقیرتر و بسیاری را بی خانمان و مهاجر. همین که 90% جمعیت کره زمین اکنون در هوای بسیار آلوده نفس می کشد و این آلودگی روزانه نفس حدود 7 میلیون جمعیت زمین را می گیرد. یا همین ریزگردهایی که هر از چندگاهی هزاران نفر را در خاورمیانه به بیمارستان سرازیر می کند، ادارات و مدارس را در بغداد و پروازهای تهران و ترافیک دریایی کویت را متوقف می کند، همگی حاصل رفتار نادرست انسان با زمین و بیابانزایی است. در این میان ایران کشوری در کمربند نیمه گرم سیری زمین که بیش از 65% خشک و 20% نیمه خشک است. طبق داده های نیم قرن اخیر مرکز جهانی آب و هواشناسی بارش، میانگین بارندگی سالانه ایران 225 میلیمتر است. گاهی هم به 50 میلیمتر، یعنی میزان جذب نیم بند انگشت باران در یک سطح 1 متر مربعی خاک میرسد. میزانی ناچیز که باعث شده ایران رتبه 158 بارندگی سالانه جهان را داشته باشد. تازه کل این آب ذخیره نمی شود، 70%ش تبخیر می شود، به خصوص در 2 دهه اخیر و در 30 حوزه اصلی رودخانه ها و سدها. کارشناسان سازمان ملل متحد می گویند فقر، بی‌ثباتی سیاسی، جنگل زدایی، چرای بیرویه و شیوه های بد آبیاری همگی می توانند بهره‌وری زمین را تضعیف و بیابانزایی کنند. یکی آبمون قطع میشه. پارسال برای اولین بار در نیم قرن اخیر ایران به خاطر گرمتر شدن و کمبود باران، ساخت سدهای برقی آبی، کشاورزی محصولات پر آب و مدیریت نادرست آب و منابع، خشک‌ترین سال را تجربه کرد. تجربه ای ناخوشایند که چندین اعتراض سراسری حاصل از تنش آبی را رقم زد. با اینکه ایران در 3 دهه گذشته عضو کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی است و با گذشت بیش از 1 دهه از تشکیل کارگروه ملی بیابانزدایی در کشور، تعیین بودجه برای فهرستی از 20 وزارتخانه، سازمان دولتی و مردم نهاد و نمایندگان مجلس، هیچ برنامه جامع و اقبالی برای جلوگیری از تخریب زمین و گسترش خشکسالی در ایران وجود نداشته است. ساناز قاضی‌زاده، لندن.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید کشورش هر آنچه در توان دارد برای کمک به پیروزی اوکراین در نبرد با روسیه انجام خواهد داد. این اظهارات امانوئل مکرون یک روز پس از سفر رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و رومانی به کیف عنوان شده. مکرون همچنین گفته اتحادیه اروپا قصد دارد صادرات غلات اوکراین را از راه رومانی برقرار کند. سفر غیرمنتظره رهبران اروپایی به اوکراین همزمان با نشست وزرای دفاع ناتو با واکنش کرملین مواجه شده است. مسکو میگوید ارسال کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین روند جنگ را پیچیده‌تر می‌کند. گزارش بشنویم از شبنم آذر در همین رابطه. سفر امنیتی و از پیش اعلام نشده به کیف پیش از تصمیم مهم کمیسیون اروپا درباره عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا. اقدام مشترک رهبران چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و رومانی برای حضور در اوکراین امیدهای از دست رفته برای حمایت‌های بیشتر از سوی اروپاییان را دوباره زنده کرد. آن هم در شرایطی که جنگ روسیه با اوکراین به واهمه بین‌المللی از احتمال آغاز جنگ جهانی سوم تبدیل شده. و رهبر کاتولیک‌های جهان هم گفته جنگ جهانی سوم عملاً آغاز شده است. اگرچه این سفر به دلیل دیرهنگام بودن آن میان موجی از انتقادها صورت گرفت تا جایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشتر با دیدار با رئیس جمهور آلمان مخالفت کرده بود. روسیه با نهایت وحشیگری و بدون توجه به جان انسانها این جنگ را به پیش میبرد. این جنگ باید با تلاشهای ما و کمکهایی که بسیط شده به پایان برسد. و در کنار آن باید این اطمینان حاصل شود که همبستگی بین المللی به شهروندان اوکراینی فرصت بازسازی کشورشان را می دهد. اظهارات مقامات این چهار کشور نوید گشایشی تازه داده. گویا پس از ماها مقاومت حالا زمان آن رسیده که اروپا اوکراین را از حمایت‌های همه جانبه خود مطمئن کند. ما همه چیز رو بازسازی خواهیم کرد. مردم اوکراین پیش قدم شدند و بازسازی رو شروع کردند و مهد کودک ها و زمین های بازی و همه چیز رو از نو ساختند. چهار رهبر اروپایی در حال پیاده روی در ایرپین، شهری کوچک در نزدیکی کیف که روزگاری به زیبایی بناها و طبیعتش شناخته می شد، اما حالا زیر آتش روسیه نماد جنایت جنگی و قتل عام است. ایرپین ویران شده است. در واقع ارتش روسیه قتل عام انجام داده و ما آثار جنایت جنگی رو می بینیم. در این شرایط مناطقی از دونباس شرقی همچنان زیر آتش است، وضعیتی که دبیرکل ناتو را هم به شدت نگران کرده. او خواستار ارسال تسهیلات بیشتری به این کشور شده. اظهارات او امروز در میان وزرای دفاع این سازمان در بروکسل که با هدف بررسی حمایت‌های اعضای ناتو از اوکراین تشکیل شده با استقبال مواجه شد. دور این میز گرد رهبران کشورها با هم گفتگو می‌کنند و دست دوستی می‌دهند. پیش بینی می شود درخواست مکرر دریافت سلاح‌های مدرن از سوی زلنسکی هم در موج تازه حمایت‌ها محقق شود. فارغ از تلاش‌های اروپا، آمریکا هم 1,200,000,000 دلار کمک نظامی و انسان دوستانه به اوکراین فرستاد. آن هم در اوج منازعه ایالات متحده با روسیه. تلاش‌ها برای برقراری صلح میان این دو کشور همسایه ادامه دارد و سفر مشترک چهار مقام اروپایی در میان شاید بتواند سدی برای ادامه خشونت ها شود. اما ناظران به سختی این امید را دارند که اوکراین بتواند تمام جغرافیایش را از روسیه باز پس بگیرد. شبنم آذر. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.